عرض ادب و احترام خدمت یکایک شما دوستان و هموطنان عزیز و گلم. 23 آذر ماه 1402، 14 دسامبر 2023. همونطوری که بهتون قول داده بودم، یه قسمت دیگه از صحبت‌های آقای مصداقی با سعید بهبهانی که در تلویزیون میهن انجام شد رو براتون آماده کردم. در این قسمت آقای مصداقی صحبت میکنن و نقد و تحلیل میکنن مراسم اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی و اینکه آقای تقی رحمانی اونجا چه کار میکردن در این مراسم. اگه خاطرتون باشه، یکی از ویدیوهایی که من چند روز پیش راجع به این مجید رسولی که به تقی رحمانی فحش داده بود، من اونجا گفتم که نباید کسی فحش بده، به خاطر اینکه شما وقتی میایین فحش میدین به تقی رحمانی، تقی رحمانی میتونه خودش رو در جایگاه مظلوم قرار بده و بگه دارن رو من فحاشی میکنن. اما امثال تقی رحمانی رو باید بذارین خودش حرف بزنه. وقتی خودش 5 دقیقه که حرف بزنه، اون موقع ذات خودش رو نشون میده، دیگه احتیاجی نیست هیچ فحشی بخوایم بهش بدیم. خودش هر کلمه‌ای که حرف میزنه از 1000 تا فحش بدتره براش. وقتی که در مراسمش یک کراوات نمیاد ببنده، میخواد چی رو ثابت کنه؟ اینا همونایی هن که دارن اسلام سیاسی رو میخوان بعد از اینکه آخوندا برن، اینا یه مدل دیگه اسلام رو میخوان بیارن به مردم غالب بکنن. مراسم و کراوات نبستن دقیقا کاراییه که داره جمهوری اسلامی، ظریف و این افرادی که با جمهوری اسلامی هستن انجام میدن دیگه. یا اینکه وقتی صحبت میکنه از مراسم دینی و نمیدونم، فقط مونده یه دونه عمامه بذاره رو سرش تقی رحمانی و صحبت بکنه. البته پارادوکس‌ها و تناقضایی هم که دارن جالبه. راجع به پادشاهی این همه بد میگن، اما بچه‌های خودشون توی کشورهای پادشاهی دارن زندگی میکنن و خودشون، و زمانی که تو همین مراسم پادشاه رو میبینن، بچه‌های تقی رحمانی تا کمر دولا میشن تا بخوان به پادشاه سلام کنن. اگر پادشاه بده، اونجا هم یه کلمه حرف میزدین آقای دلاور، به بچه هاتون میگفتین اونطوری دولا نشن. بگذاریم. خیلی از این آقایون و خانوم های ایرانی متاسفانه غریب پرستن. چیزایی که غریبه ها دارن خوبه، اما اگر ما داشته باشیم خیلی بده برام. سرشون درد میارم. آقای مصداقی صحبت های کامل و جامعه کردن. امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره. دوستانی که در ایران هستن، لطفاً با لایک کردن و گذاشتن کامنت به رشد و دیده شدن ویدیوها کمک کنید. دوستانی هم که در خارج هستین، اگر دوست داشته باشین کانال رو حمایت مالی کنین، میتونین روی گزینه تانکس کلیک بکنید. اونجا میتونین و ببینید به چه صورت هستش، به چه مقداری اگر خواستین کانال رو حمایت مالی کنین. اگر هم دوستان خواستن ممبر کانال بشن، میتونن روی جوین کلیک بکنن. ولی اگر به صورت معمولی فقط میخواین سابسکرایب بکنید، لطفاً زنگوله رو بزنید تا نوتیفیکیشن ویدیوهای جدید براتون ارسال بشه. زنده باد ایران، ایرانی با شرف و لعنت و هرچی مزدور و وسط باز و تجزیه طلب و هر کسی که داره به هر نحوی به جمهوری اسلامی کمک میکنه تا این دیکتاتوری ادامه پیدا کنه. خیلی دوستتون دارم، قربونتون برم، دم همتون گرم. اول از اون که جایزه باید بین خود این جوایز چیه؟ جایزه صلح نوبل. این جایزه صلح نوبل خب خیلی مشخصه، جایزه کاملا سیاسی. دو تا جایزه وجود داره در ارتباط با نوبل عرض میکنم. یکی جایزه صلح نوبله، یکی جایزه ادبیات نوبله که بسیاری اوقات جنبه سیاسی داره. سال نوبل بیشتر، ادبیات یه مقداری کمتر، ولی ادبیات هم جایزه سیاسی. و میدونیم که خیلی اوقات کسانی جایزه صلح جایزه ادبیات نوبل رو دریافت کردن که خب اگر جنگ سرد نبود، اگر دشمنی یا رقابت با اتحاد جماهیر شوروی نبود، هیچ وقت اونا نمیگرفتن. ملاحظه میکنید؟ و خیلی اوقات تصمیم میگیرن به کی بدیم، حالا بعد میرن یه موقع مثلا تصمیم میگیرن به یه مسلمونی بدیم، میرن میگردن تو دنیا به یه مسلمونی پیدا کنن مثلا بهش، یا عربی پیدا کنن. بعدن اون میرن وقتی این تصمیم رو گرفتن، وقت میرن دنبالی که حالا به کی بدیم، به کدوم بدیم. اینا هست.
شما این رو به نظر من در ارتباط با علوم محض نمیبینید، مثلا در ارتباط با فیزیک، شیمی، نمیدونم اینا نمیبینید، پزشکی نمیبینید، بیشتر به کسانی میدن، یعنی تخصصی تره و بیشتر به کسانی میدن یا مؤسساتی میدن که بیشتر استحقاق شدن. در ارتباط با جایزه نوبل میدونیم کاملا سیاسیه، خب این جایزه رو به اوباما هم دادن، اوباما خودش هم میگه من نمیدونم چی کار کردم، واقعا اوباما هنوز نرسیده به ریاست جمهوری، هنوز هیچ کاری نکرده جایزه صلح نوبل گرفت. خب یه موقعی به عرفات و شیمون پرز دادن، اما میدونیم چرا دادن، و بالاخره یه معاهده صلحی امضا کرده بودن که هیچ نتیجه ای هم نداشت. و خب خیلی موقع به خانم آن سان سو چی دادن، به خانم عبادی دادن، و حالا رسیده به خانم نرگس محمد. ببینید ما میدونیم این جوایز سیاسیه، خب، و منتهای مطلب وقتی که این جایزه به ایران تعلق میگیره یا حالا این دفعه به خانم نرگس محمدی تعلق میگیره، ما ببینید از جنبه‌های مختلف باید با این قضیه برخورد کنیم. شما الان نگاه کنید این جایزه که دریافت شده، ما اینو باید به عنوان فرصت ببینیم. فرصت یعنی چجوری؟ یعنی ببینید موضوع زن، زندگی، آزادی در دنیا دوباره مطرح میشه، موضوع ایران مطرح میشه، موضوع سرکوب ها میاد بالا، این که برنده جایزه صلح نوبل در زندانه، این یعنی یک زخمیه، این استخون لای زخم اساسا و برای رژیم اصلا خوب نیست یه همچین اتفاقی که میافته. ببینید اینو باید ما درک کنیم، یعنی اگر سیاست دنیا یه موقعی برای این قرار کرد که یه جایزه سیاسی رو بده به یه ایرانی، ما نباید بیاییم اینو بذاریم تو سر اون جایزه، ما نباید بیاییم ناراحت بشیم که آقا چرا این جایزه رو دادن به این، آن شروع کنیم فوش و فضیحت دادن که چرا به این دادن، آقای پلان آقای میسن. ببینید این جایزه صلح نوبل، شما نگاه کنید این جایزه که مطرح شده از چند جنبه به این برخورد، یکیش نظام نکبت اسلامی است. خب اونا که خوششون نمیاد که که این موضوع دوباره مطرح شده، موضوع ایران اومده رو و جنبش زن زندگی آزادی اومده رو. خب این یک، معلومه که خوشش نمیاد. دومیش نگاه کنید فرقه رجوی، مریم رجوی داره سکته میکنه، دق میاره، معلومه خوشش نمیاد، هیچ خبری راجع به این کار نکردن تو سایت های این فرقه و فقط تو سایت کمیسیون زنان اینها یه عکسی رو گوشه چاپ کردن یواشکی، اگه کسی باید یقش رو بیا بله ما اونجا ما فلان ما گفتیم ما بیسار. نگاه کنید یه دونه از این نمایندگان راست افراطی اسپانیا اقدام ترورش کردن دیگه در همین ماه گذشته، آرخوویدال کواتراس. فرقه رجوی برنامه گذاشته بود توی آلبانی، همه آدماشو پیر مرد پیر زن همه رو ردیف کرده اینجا آرخوویدال کواتراس، آرخوویدال کواتراس، انگار که مثلا اینه این ناکیاز استادیوم میری، همه اینا به شکل مسخره‌ای واسه شعار میدن. خب فکرشو بکنید، شما حاضر نیستن اینا حتی خبر موفقیت جایزه صلح نوبل رو یا اهدای جایزه صلح نوبل رو سایتاشون کار کنن. خب این بعد این آخه بعد فکر میکنین میتونه برمانی نیروی سیاسی جدی باشه با این درصد از سانسور؟ سایت های رژیم سانسور نکردن، اینجوری عکس چاپ کردن، خبر دادن، پوشش نسبتاً خوبی هم دادن. چرا؟ برای اینکه میدونن ملت دیگه همه میرن همه جا میبینن و گوش میکنن، میگه چرا ما نگیم، بعد آخر میگه سانسور کردم، حالا ما میگیم یعنی که برامون خیلی مهم نیست. اینم هست، یعنی دستگاه تبلیغاتی رژیم به مراتب جلوتر از فرقه رجوی است. خب اینم هستن. یه بخش دیگهش بریم ملاحظه میکنیم میبینیم که خب این
یه مشتی چپای درمونده و وامونده مش کمونیست قزمی تر که میان حمله میکنن به جایزه صلح نوبل و نمیدونم اینو جهان گلوبالیزاسیون و نمیدونم سرمایه داری و چه میدونم از این پرت و پلا. یه دم اینا ملاحظه میکنید و یه دم دشمنی میکنن اساسا با این جایزه. چرا یه کسی از ما نگرفته؟ یا میایید نگاه میکنید میبینید که علارغم این که هم شهبانو فرح پهلوی هم شاهزاده رضا پهلوی از دریافت این جایزه ابراز خوشنودی کردن، تبریک گفتن و بعد یه عده تحت عنوان سلطنت و سلطنت طلبی و شاهزاده رضا پهلوی و شهبانو فرح پهلوی و خاندان پهلوی میان فوش و فضیحت و هر چه الفاظ زشته حالا چه به جایزه صلح نوبل یا چه به خانم نرگس محمدی یا به خانواده اینها میدن که واقعا باعث خجالت زشته و باعث خجالت و شرمنده است. این حالا ما در این اوضاع احوال چه باید بکنیم؟ دارید معنی که اینجا نشستم و خیلی از شما که اونجا نشستید همه هم قربونش برم الان هم تحریبگر سیاسی هن و همه هم کنشگر و هرچم دهنشون در میاد فرق میکنه. من یک تریبونی دارم در اینجا، ده ها هزار نفر اینو تماشا میکنن و من مسئولم راجب تک تک کلماتی که به کار میبرم، تک تک حرفایی که میزن و یک مبارزه با رژیم رو در چشم انداز دارم و بایست خودم رو خالی کنم از همه کینه های فردی، شخصی، رقابت ها و حقارت هایی که همه ما میتونیم داشته باشیم و حسادت ها، و بایستی در واقع با فاصله گرفتن از اینها به این پدیده نگاه. خب پس پدیده خود جایزه نوبل یه پدیده مثبتیه، به خصوص وقتی که به یک ایرانی که اونم تو زندانه تحت فشاره تعلق میگیره. ما بدیهیاتی که نمیتونیم نفی کنیم که خانم نرگس محمدی تو زندانه، سالهاست بچه هاشو ندیده، بچه هاش صحبت میکنن میگه چیزی از مامانم یادم نمیاد جز موهاش. خب این یه بچه ایست که او هم آغوش گرم مادرشو میخواد یا مادرش همینطور، در صورت این یه واقعیته. ما باید اول اینو ببینیم و در ثانی میبایستی به مقاومت و به مبارزه و به پایداری ارزش قائل بشی و بایستی این رو پاس بداری و قدردان باشی. ما اگه قدر ندونیم مبارزه و ایستادگی رو، مطمئن باشین که ضرر. اونایی که میان هر دوش و لجن و دیچاری میگن و اینا تو عمرشون یه چک نخوردن، اینا تو عمرشون یه شب کمتری نخوابیدن. اینا رو باید توجه داشته باشه. حالا میریم به خود قضیه مراسم اهدای نوبل. خب بیاین نگاه کنیم ببینید این مراسم اهدای جایزه نوبل آیا شایسته جنبش زن زندگی آزادی بود یا نبود. نظر منو میخواید؟ مطلقا نه. این در واقع گرامی داشت جنبش زن زندگی آزادی نیست. جایزه نوبل رو هم خانواده خانم محمدی و هم برگزار کنندگان جایزه نوبل تبدیلش کردن به یک ائتلاف سیاسی. بی برو برگرد به کسایی که تو اونجا شرکت کردن توجه کنید، این یک ائتلاف سیاسیه و در دشمنی واضح در دشمنی واضح با شاهزاده رضا پهلوی است. بی برو برگرد. و من تردیدی در این ماجرا ندارم. این در واقع ائتلاف همون مرگ بر ستمگر نشاه میخواییم در هم. و این خجالت آوره و این شرم آوره و این سوء استفاده از جایزه نوبل و این سوء استفاده از ظرفیت جایزه نوبل. و به طور قطع و یقین
برکات این رو از بین میبره و به طور قطع و یقین سر این رو در گیر خواهد کرد ادامه این مسیر. نگاه کنید به کسایی که اونجا حضور پیدا کردن. سوال من اینه، اگر این مراسم گرامی داشت جنبش زن زندگی آزادیه، آقای مهتدی کجای این قرار داره؟ جنبش زن زندگی آزادی؟ سوال منه دیگه. ربطش به جنبش زن زندگی آزادی مهتدی، میدونید جایزه صلح نوبل دیگه، خیلی واضحه، میگیم صلح. حالا اگر نگیم حقوق بشر، صلحش که هست. ایشون هنوز چند ماه نشده دستش به خون آغشته است، به خون اعضای حزب خودش، کسایی که فقط میخواستن چیه؟ انشاب کنن. آیا کسی هم با این سابقه، اونا دست به خون، اونا در حالا جایزه فیزیک اگه میخواستن بدن یه حرفی، شیمی رو بدن یه حرفی، بگیم تو فیزیک و شیمی بومبم در میاد توش، ولی جایزه صلح نوبل چه ربطی داره به ایشون؟ و اینکه شرکت کنندگان دست به سینه یا جلویشون میان، اون دیگه یعنی چی؟ ببینید، و هیچ کی اعتراضی نمی کنه، همه اون کسایی که در اونجا حضور دارن مسئول. خب شما نگاه میکنید اعضای هیئت حزب چپ اکثریت سابق در اونجا حضور دارن، رابطه اونا با جایزه صلح نوبل و جنبش زن زندگی آزادی چیه؟ نه اینکه من مخالفی باشم، نه نه نه، خیلی هم خوبه. اصلا ببینید، حق آدم هاست برن اعتراف خودشون تشکیل بدن و باید تشکیل بدن و جامعه ما نیاز داره به این اعتراف. آره، چرا تو جایزه صلح نوبل، چرا تو جایزه صلح نوبل باید این کار رو صورت بگیره؟ چرا به نام صلح نوبل؟ سوال بعدی من اینه، اگر این جنبش زن زندگی آزادی است، من سوالم اینه، نماینده خانم فاطمه سپهری کجاست تو این اجلاس؟ نماینده خانواده پویا بختیاری کجاست؟ نماینده اونایی که اعدام شدن تو جنبش زن زندگی آزادی؟ با خالکوبی شیرخورشید تو دستشون و با حمایتشون از شاهزاده رضا پهلوی، اونا کجان؟ آیا اونا نمایندگی دارن تو این نشست؟ چرا نه؟ چرا باید جنبش تجزیه طلب الاحواز در اینجا باشه و اونا نه؟ چرا نبایستی هر کسی که احتمال این بره که ممکنه یه جورایی نظر مثبتی نسبت به اونها داشته باشه در اینجا باید حذف بشه؟ آقا شما خواستی ائتلاف سیاسی بری تشکیل بدی، یا همه تون حق داری بگی حسن نباشه، حسین نباشه، این نباشه، اون نباشه، برای چی باید باشن؟ برن حزب خودشون رو، برن جریان خودشون رو تشکیل بدن. من سوالم اینه، جایزه نوبل رو چرا تبدیل کردی به ائتلاف سیاسی؟ ائتلاف سیاسی دشمنان شاهزاده رضا و مخالفان شاهزاده رضا. فقط کم مونده بود فرقه رجوی رو بیارید اونجا، نمیتونستید بیارید، نه اینکه نمیخواستید، نمیتونستید بیارید، وگرنه شما آماده این هم هستید که در دشمنی با رضا پهلوی حتی با اونها برید و این آمادگی رو بارها و به اشکال مختلف اعلام کردید. این مسئله ایست که باید بهش جواب داده بشه. بسیاری از این شرکت کنندگان چه ربطی دارن به جنبش زن زندگی آزادی؟ اینو میتونن به من توضیح بدن؟
و چرا یه عده‌ای هستن و یه عده‌ای نیستن؟ ببینید، یعنی مسیر به غایت نادرستی رو در پیش گرفتن. این مسیر قبل از هر چیز، اینها به خودشون ضربه میزنن و به خانم نرگس محمدی ضربه میزنن و به رنجی که اون میکشه ضربه میزنن، دانسته یا ندانسته. بله، بانی به طور قطع و یقین که چنین به نظر من چنین اهدافی رو دنبال میکنن. یه عده‌ای هم زیر این علم سینه میزنن. ولی من اجازه بگم خدمتتون، ببینید خانم نرگس محمدی یه فعال مدنی خوبه، یه فعال حقوق بشری خوبه، یه کمپینیست خوبه، خب معترض خوبه، ولی مطلقا ایشون امکان این که بتونه در ابعاد ملی مطرح بشه رو تحت هیچ شرایطی نداره. ببینید مطلقا داره چنین ظرفیتی است. و اینم بگم خدمتتون، همونایی که تو این مراسم شرکت کردن، اولین کسانی که زیرا بشه میزنن همین هاسا، اینا که به نرگس محمدی باور ندارن که ببینید اگر هر کدوم از ماها، آقای بهبانی من بارها گفتم، اگر ما قدر خودمون رو ندونیم، اندازه خودمون رو ندونیم، بیش از هر چیز خودمون لطمه میبینیم، ضربه به شخصیت خودمون وارد میشه. یعنی من ایرج مستاقی اگر ندونم سقف پرواز من تا کجا میتونه باشه، بخوام بیشتر از اون برم با کله میام پایین. شما در ارتباط با مسیح علی نژاد دیدید، 5 سال پیش وقتی که رفت با پومپئو دیدار کرد، گفتم خانم دیدار خیلی هم خوبه، بسیار عالیه، باید حمایت کرد، حمایت میکنه، اما حواست باشه ها، اگه فکر رهبری به کلت بزنه، اگه رژیم بتونه اینو بهت قالب بکنه، اگه فکر کنه خبریه، اول از همه دودش میره تو چش خودتا. کمان که رفت، کمان که نپذیرف، کمان که نفهمی و تو چار یک داستانایی شد که خدا میدونه. خب چرا هر کدوم ما، شما خانم نرگس محمدی امروز میتونه نقش مثبتی همچنان تو جامعه بازی کنه، خب در ارتباط با مسئله حقوق بشر، ولی اگر از این کادر بیرون بیاد و فکر کنه میتونه در ابعاد ملی به عنوان یه رهبری عمل کنه، بخواد بره پا بذاره جاپای مسیح علی نژاد، همون سرنوشتی که برای مسیح علی نژاد شد برای ایشون خواهد شد به مراتب بدتر، چون در داخل ایران هست. نگاه کنید آقای بهبهانی، این جوایز میاد و میره، عمر این جوایز کوتاهه. اگر ما نتونیم اینو وسیله کنیم برای یعنی برای بالا کشیدن مسئله حقوق بشر و مبارزه با رژیم، مطمئن باشید به ضد خودش تبدیل میشه و ما هم فراموش میشیم. خیلی ها واقعیت جامعه ایران اگه برید باش نزدیک در ارتباط باشید با اقشار مختلف، متوجه میشید که مسئله مردم ایران امروز جایزه نوبل نیست. اساسا مسئله مردم ایران جایزه نوبل نیست. شما یه خورده از بعضی از محافل برید بیرون، کجا مسئله جایزه نوبل؟ برید توی نمیدونم سیستان و بلوچستان و لرستان و نمیدونم خوزستان و بیایید برید، نمیدونم تو بخش زیادی از آذربایجان و بیایید برید، همین اطراف تهران و بیایید برید، نمیدونم مرکز ایران و فکر میکنید چقدر مسئلهشون مسئله جایزه نوبله؟ اصلا میفهمن جایزه نوبل یعنی چی؟ اصلا میدونن جایزه نوبل یعنی چی؟ یا اهمیت جایزه نوبل؟
ببینید اینا خوشخیالی اگه ما به ذهنم بزنیم و اینکه فکر کنیم نرگس محمدی میتونه تو ابعاد ملی مطرح بشه، همه اونایی، ببینید من از روز اولم اینو تاکید کردم، اونایی که تو ذهنشون دوگانه سازی بین نرگس محمدی و رضا پهلوی است، اینا بزرگترین دشمنان نرگس محمدی است. به طور قطع و یقین چنین مقابله ای صورت نمیتونه بگیره و اگر بگیره نرگس محمدی قطعا شکست است. بی برو برگرد، هیچ شانسی نداره. اونایی هم که تو این بوق میزنن میدمن باید بدونن آزموده را آزمودن خطاست. شاهزاده را ببینید، این همه همینایی که تو نوبل بودن، اینجا سوال من اینه، شاهزاده رضا پهلوی از تو ائتلاف جورجتان اومد بیرون، چرا متلاشی شد؟ چرا این حضرات اون موقع دنبال نکردن و نرفتن و همراه نشدن و بقیه راه نرفتن؟ چرا؟ از شر رضا پهلوی هم راحت شده بودن دیگه، این هم همش مشکل آفرین بود، خود اینا میرفتن دیگه، چرا نتونستن ادامه بدن؟ برای اینکه در این قد و قواره نیستن، برای اینکه در این قد و قواره نبودن، برای اینکه خودشون میدونن چقدر تو این رابطه ها دستشون خالیه، ولی نمیخوان واقعیت رو بپذیرن. اینه، این اون چیزیست که بایستی بهش توجه کنید. آقای بهبانی، ما هممون آزادیم که نظراتمون رو بیان کنیم و بایستی بیان کنیم و بایستی برای در واقع بیان نظراتمون دچار لکنت نشیم. خب این حق ماست که بتونیم نظراتمون رو بیان کنیم. ولی آقای تقی رحمانی هم ایشون در طول سالهای گذشته بارها و بارها نظراتش رو مطرح کرده، نگاه اصلاح طلبانه ای داره، همراه هست با اصلاح طلبا، نگاه مثبتی داره به میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و تیم او، و از نظر من اونها دست دارن در کشتار دهه 60، دست دارن در بسیاری از جنایاتی که رژیم انجام داده. ببینید این بحثی نیست که آقای تقی رحمانی نظرات خاص خودشون دارن، اما ایشون اجازه نباید به خودش بده که وقتی داره از تریبون ملل متحد صحبت میکنه، از تریبون نوبل داره صحبت میکنه، حرفای خودشو بزنه. او باید نگاه نرگس محمدی رو بگه. خانم نرگس محمدی در طول این روزها، در طول این مدتی که جایزه بوده، از طرف یه مشت کمونیست قزمی و یه مشت رژیمی و اینا تحت فشار بوده، چرا راجع به غزه موضع‌گیری نکرده؟ آقای تقی رحمانی اجازه نباید به خودش بده راجع به غزه صحبت کنه. این اول از اون که زیر پا گذاشتن حق همسرشونه، بی حرمتی به همسرشونه. چون اجازه نداره راجع به غزه صحبت کنه. هر موقع دلش خواست کنه هر جای دیگه مقاله بنویسه، کتاب بنویسه، در صحبت. این سوء استفاده از موقعیت همسرشونه. این سوء استفاده از رنج همسرشونه. و این سوء استفاده از اون ارزش گذاری که داره نوبل و به خاطر همسر ایشون و اون کسایی که جایزه داده. ایشون مگه همسرشون در طول این روزها راجع به ترامپ صحبت کرد؟ مگه همسر ایشون راجع به برجام صحبت کرد؟ چه ربطی داره این موضوعات؟ این موضوعات چه ربطی داره به جایزه خانم نرگس محمدی؟ خانم نرگس محمدی به خاطر غزه جایزه گرفته، به خاطر ترامپ جایزه گرفته، به خاطر موافقت یا مخالفت با برجام جایزه گرفته، ایشون به خاطر اینکه صدای جنبش زن زندگی آزادی بوده جایزه گرفته. به چه حقی این مسائل رو مطرح می‌کنید؟ این یعنی بابا ما نباید اخلاق زیر پا بذاریم. ببینید آقای بهبانی، من نه اینکه اینجا بگم، من در سال 2000 در ترکیه بودم، یه نفری از همین افرادی که امروز
جیرخاران فرقه رجوی است، نصرالله مرندی. این یه مرده که بی وجودی بود، از ایران اومده بود و اون موقع التماس دعا داشت که من به این کمک، و از هیچ کمکی به این دریغ نکرد که عموش زنده یاد، عموش که فوت کرد بهش زنگ زد گفت برادر برای برادر نمیکنه، من که عموتم، هوایی که دوستتو داشته باشه. من وقتی اونجا بودم یه جوانایی بودن در ارتباط با مجاهدین، من چون اونجا بودم و شناختی که از من داشتن، از من خواستم مجاهدین که با اینا صحبت کنم. منم با اونا صحبت کردم، سوالاتشون رو جواب میدادم. وقتی ما جدا شدیم، این نصرالله مرندی فرق بین آدم ها اینجا پیدا میشه، به من گفت ایرج تو با من که صحبت میکردی از این حرفا نمیزدی، نظرات متفاوت میدادی، چرا به اینا چیز دیگه گفتی؟ گفتم آها، با تو که صحبت میکردم حرفای خودم بود میزدم، نظر خودم بود. این به من اعتماد کرد که من با اینا صحبت، من اجازه ندارم نظر خودم، این خیانته. من تا اینجا حساسم راجع به این چیزا که نسبت به اعتمادی که بهت میشه هر کی میخواد بکنه نباید خیانت کنه. و این ببینید، اگر اخلاق حکم میکنه، شما وقتی که دارید از بلندگوی نوبل صحبت میکنید، به طرح نظرات شخصیتون نپردازید، اونو باید بذاری برای یه جای دیگه، برای یه زمان دیگه. اما بیایم این رو صحبت کنم. ببینید، و معلومه من شدیداً مخالف این نظرتم، و به همین دلیل شما ملاحظه میکنید لابی رژیم داره حمایت میکنه. نگار مرتضوی حمایت کرد، برید نگاه کنید، از همین برنده نوبل و نرگس محمدی و لابی رژیم میخواد بقاحتش، زمینه هاشم میبینه و این اعلام خطر میکنه. ولی نصر حمایت کرد، بهمن کلباسی اونجاست. چرا؟ اعلام خطر اینا، لابی رژیم دهن باز کرده. یادتونه وقتی خانم شیرین عبادی جایزه بردن، لابی رژیم چه میکرد، نایاک چه میکرد، خود ظریف چه میکرد، چجوری از این جایزه سعی کردن سوء استفاده کرد. دیدید ابتدا خانم شیرین عبادی چه اشتباهات بزرگی رو به خاطر نداشتن تجربه مرتکب شد، بعد موازش رو تصحیح کرد. خب چرا میخوای راه رفتن رو دوباره بری؟ چرا میخوای اشتباهاتی که یه بار شده رو دوباره تکرار کنی؟ چرا میخوای جایزه نوبل رو تبدیل کنی به نمیدونم وسیله برای پیشبرد سیاست‌های رژیم یا سیاست بخشی از رژیم؟ بابا آزموده رو آزمودن خطاست، نتایج یه بار دیدیم، نباید جنبه های مثبت جایزه نوبل هم سرشو تو گل کنی یا در خدمت سیاست رژیم بگیری، اینا اشتباهه. حالا یه مسئله دیگه خدمتتون بگم. ببینید جناب بهبهانی، متاسفانه آقای رحمانی میاد راجب برجام و ترامپ و غزه صحبت میکنه، اما راجب دادگاه نوری هیچی نمیگه، راجب اون موفقیت بزرگی که ما کسب کردیم هیچ. من اتفاقا یکی از دوستان حسین ملکی که معرف همه هست، حسین ملکی به من گفت، خب من خودم تو این زمینه ها واقعا هیچ موقع دخالتی نمی کنم، همه اونا که منو میشناسن میدونن، ولی حسین ملکی به من گفت، با هم بند بودیم ما، همه با تقیه حسین بوده، من بودم، گفت من با تقیه صحبت کردم، گفتم آقا این پیام همسر شماست، قبل از اینکه بره زندان برای موفقیت ما در دادگاه حمید نوری، قبل از اینکه همسرتو
به زندان بره این پیامو داد و رژیم دنبال این بود که این پیامو به دست بیاره و بعد حمله کرد و بعد ایشون رو گرفت، ولی پیام به دست ما رسید و در مراسمی هم که داشتیم این پیام خوندش. حسین به او گفت ببین الان پیام نوبل همه دنیا داره نگاه میکنه، بابا یه جمله هم از این بگی، اینم پیام همسرته. خب خانم نرگس محمدی که تو پیام نوبلشون نگفت، مسائل مهمتری داشتن بهش بپردازن. تغییر رحمانی به حسین قول داد، حسین به من، و حسین آدمی نیست که دروغ بگه و دلیلی هم نداشت بگه، با خوشحالی به من گفت ایرش تغییر گفت من این رو خواهم گفت. متاسفانه وقتی دوربینای تلویزیونی رو اینها بود، وقتی توجهات بین المللی بود، مطلقا از تنها چیزی که حرف زدن دادگاه نوری و این دردآوره. البته بهتون بگم خانوم نرگس محمدی ظاهرا نامه ای رو نوشتن به نخست وزیر سوئد که تو پنم این رو خوندن و نمیدونم من یه پیداش کنم. خانم نرگس محمدی این پیامشونه، ولی میگن شعر زیبایی داره آقای محمد حسین شهریار، میگه آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ حالا حکایت ماست با خانم نرگس محمدی. برای نخست وزیر سوئد نوشتن کشور، جناب نخست وزیر، کشور سوئد یکی از الگوهای دموکراسی، آزادی، جامعه مدنی قدرتمند، دولت پاسخگو و تلاشگر برای تأمین رفاه مردم و رشد توسعه کشورش است و من عمیقا خرسندم که کیانا و علی این نامه را به شما نخست وزیر محترم این سرزمین تقدیم می‌کنند. کشور شما در این سال‌ها میزبان یکی از بزرگترین نمادهای عدالت برای ایران. برگزاری دادگاه حمید نوری به عنوان یکی از جنایتکاران دوران سیاه دهه 60 شمسی در کشور سوئد شعله امید را در دلهای عدالت‌خواهان برافروخت که گرچه هنوز سایه سنگین حکومت دینی استبدادی بر سر مردم مبارز و مقاوم ایران تداوم دارد و حکومت خانه عدالت را ویران کرده و آن را به تمامی به مسلخ حفظ قدرت نامشروع خود کشانده، اما نماد عدالت در سرزمین و آشیان دیگر سر برآورده است. گرچه یکی از مهره های هیئت مرگ دهه 60 شمسی ابراهیم رئیسی در مسند ریاست جمهوری نشسته، اما دادگاه حمید نوری پیامی روشن به مستبدان حکومت دینی در ایران و سراسر جهان دارد که صدای عدالت را برای همیشه نمیتوان خاموش کرد و زمان ایستادن برای حقوق بشر فرا رسیده است و این امید بشریت است. بسیار مفتخرم که جایزه معتبر جهانی نوبل صلح را دریافت کردم. این جایزه مسئولیتی بزرگ در راه تحقق حقوق بشر و صلح بر دوش من گذاشته است. امیدوارم در کنار مردم آگاه مقاوم و سرفراز ایران و دوشاجدوش مبارزان سیاسی، اجتماعی و فعالان مدنی که سالهای سخت و پرهزینه را پشت سر می‌گذارند، شاهد تحقق دموکراسی، آزادی و برابری و احقاق حقوق زنان در سرزمین ایران باشیم. لازمه تحقق دموکراسی پایان دادن به رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی است و ضرورتاً باید با تلاش برای نهادینه کردن و تضمین حقوق بشر و استقرار و قدرتیابی جامعه مدنی به عنوان بنمایه دموکراسی همراه باشد. این امر آسان نیست اما قطعی است. وظیفه من رساندن صدای مردم معترض و به پاخواسته ایران به سراسر جهان و تداوم مبارزه و مقاومت است و به آن عمل خواهم کرد و از پای نخواهم نشست. ببینید این پیام نرگس محمدی است به نخست وزیر سوئد. ای کاش یک جمله از این در پیام ایشون به مناسبت دریافت جایزه بود. و ای کاش همسر ایشون که قبلا حسین ملکی باهاش صحبت کرده بود از تریبون نوبل استفاده می کرد برای رسوندن این پیام.
رسوندن صدای مادران که در گلو خفه شد، و اونایی که همشون امروز دیگه در میان ما نیستن. بله، یعنی میخوام بگم که این اون چیزیست که ما قدر فرصت ها رو نمیدونیم، یا کم میدونیم، یا حواسمون نیست.